یه نمونه دیگه از حیاء باطل و حیائی که ناشی از حماقته، حیائی در تحصیل روزی حلاله. رابی میگه من رفتم وارد شدم، دم امام صادق سلام الله علیه بیل دست گرفته، درد کشاورزی میکند، همجور عرق از سر روی مبارک. امام معصوم ما حجت خدا، اینجا حیا نمیخواد که. از کدم آقا جان شما اشاره کنید، میان انجام میدن. آقا فرمودن خدا دوست میدارد ببیند بندهش در راه تحصیل روزی حلال اذیت میشه، عرق میریزه، این خدا خوشش میاد، یه عبادته. اینجا حیا نمیخواد که. شما کار حلال پیدا بکن، کاری که مطابق شأنت باشه برو انجام بده، حتما میز و صندلی و بیمه و اینا نمیخواد که. پس حیا در تحصیل روزی حیا مذمومه. در روایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مؤمن کسیه که هیچ خیری رو ترک نمی کند حیاءً. آقا روم نمیشه، چرا فلانجا نرفتی؟ روم نمیشه. چرا فلان مطلب رو یاد نگرفتی؟ روم نشد. آقا این حیاء حماقته، این حیاء بیعقلیه. در تعلیم دین روم نمیشه معنا ندارد، بیعقلیه. در تحصیل روزی حلال حیا معنا ندارد. برو کار کن یه لقمه حلال در بیار هم برای خودت. یکی دو نمونه مثال زدم، این بحثو میخوام جمعش کنم. حیا بعضی جاها در بعضی موارد تأکید بیشتری شده. از وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی نقل است که حضرت فرمودند الحیاء عشرة اجزاء. خدا حیایی رو که آورده روی این کره خاکی 10 قسمت کرده. خوب اینجا باشید، 1 قسمتش رو داده به مردا، 9 قسمتش رو داده به زنها. یعنی حیای زن مؤمنه باید 9 برابر حیای یک مرد مؤمن باشد. باید باشد، نباشد فتنه و فساد میشد. تو روایات بیان کردن که وارد اون بحث نمیشن. حیا کسی نداشته باشد مردنش بهتر از زنده بودنشه. خوندیم روایاتشو. این خصلت و ویژگی و صفت حیا در زنها اهمیتش خیلی بیشتر از مرد هاست. 9 برابر مردها زن باید حیا داشته باشد. یه دعاییه بعد از دعای توسل اینا تو کتاب شریف مفاتیح الجنان نگاه کنید، دعای حضرت منسوب به وجود مقدس آقامون امام زمان است، اجل الله تعالی فرجه الشریف، احمدتون بلدید شنیدید، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السلتنا بالصواب والحکمه و املع قلوبنا. بله، تا میرسد به اینجا که و تفضل علا علماء اینا به زهد و نصیحه. کسی اهل باشه 1 ماه این دعا حرف داره. امام زمان دارد دعا میکند، او طبیب آسمانیه. آقا میدوند برا علما چی خوبه که اون از خدا میخواد. و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه و علی المستمعین بالاتباع و الموعظه. همینجور میگه خدایا به اینا اینا بده تا میرسد اینجا. و علی النساء بالحیاء و العفه. یعنی بهترین چیزی که به درد زن میخورد زن رو انسانیت بهش میده، بزرگوار و آغاش میکنه حیاء. امام زمان نفرمود خدایا زنای ما رو روزه‌گیر بکن، خدایا زنای ما رو نمازخون کن،
فرمود خدایا زنها رو بهشون حیا و عفت بده. یعنی اگه زن، آی مردا حواستون اینجاست، اگه زن، اگه ناموس من که زیر دست منه، زنمه، دخترمه، خواهرمه، اگه حیا عفت داشت، بقیه پشت سرش میاد. مفتاح و کل خیر نخوندیم؟ اگه حیا و عفت نبود به درد نمخوند، خراب میشد همه چی که شده. زن باید عفیفه باشد، زن باید حیا داشته باشد. رکن رکین انسانیت زن، نه اینکه مرد نباشد، ما تو در زن خیلی اهمیتش بیشتره، رکن رکین انسانیت زن این است که حیا داشته باشه. زن با حیا نمازخونم میشه، روزگیرم میشه، شوهرداریشم خوبه، خونداریشم خوبه، رفتار با پدر و مادرشم خوبه، حیا دارد، از امام زمانش حیا میکند. زنی که با حیا باشد بچه دارم بشه، بچه های خوب تحویل میدهد، چون از صدیقه طاهره حیا میکند.